برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتاب ها را سوزاند. کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند. این جمله را ری برادبری نویسنده کتاب معروف فارنهایت 451 هنگامی بیان کرد که فهمید 75 بخش از کتابش سانسور شده است، در حالی که داستان کتاب خود درباره سانسور و استبداد دولتی بود. هدف من از نوشتن این کتاب نفی هر گونه استبداد دولتی بود که در هر زمان و مکان از سوی راست، چپ یا میانه اعمال شود. وجود یک کتاب در دسترس مانند یک تفنگ پر است. باید خشابش را خالی کرد. باید آن را خنثی نمود. باید جانمایش را گرفت. کتاب ها، رسانه های جمعی، اطلاعیه ها، سایت ها و هر گونه وسیله ارتباطی بین انسان ها پدیده های آگاهی بخش هستند. اما دست های نیز هستند که می خواهند این ارتباط دم افزار قطع شوند. آنها با پدیده شوم سعی در قطع این ارتباط ها می کنند. پدیده ای که خود نمودی از استبداد و دیکتاتوری است. سانسور. در دوران تسلط روم باستان بر اروپا، امپراتور نیاز داشت از وضعیت مردم با خبر باشد. از این رو مأمورینی می‌گماشت که در شهرها چرخیده به سرشماری مردم پرداخته و همزمان بر اخلاق و رفتار آنها نظارت کنند. به کار و مأموریت این نفرات، نفرات سانسور گفته می‌شد. از آن زمان واژه سانسور وارد تاریخ شد. هرچند کار آنها با سانسور به معنای امروزی تفاوت داشت، اما آنها آغازگر راهی بودند که در نهایت به روشی منجر شد که به جلوگیری از ترویج فرهنگ آزادی خواهی و پیشرفت بشریت راه برد. چند سده بعد، در یکی از روزهای سال 1762 میلادی، روزنامه‌ای به نام ایونینگ پست مقاله‌ای را به چاپ رساند که یک واژه جدید سیاسی در آن وجود داشت، شستشوی فکری. این واژه از همان سال به سرعت در فرهنگ سیاسی رواج پیدا کرد. این روند به آنجا رسید که روزنامه فیلادلفیا آرورا مدعی شد که باید جان آدامز رئیس جمهور ایالات متحده را هم شستشوی مغزی داد. اینجا بود که پدیده سانسور به عنوان یکی از روش‌های جدی شستشوی مغزی و استبداد مطرح شد، پا گرفت و توسط تمام دیکتاتورها به کار گرفته شد. سانسور عمل مهار سخن و انواع دیگر بیان و ابراز وجود انسان هاست. در بسیاری مواقع این عمل توسط سازمان های دولتی انجام می گیرد. انگیزه روشن برای انجام سانسور ایجاد ثباتی در جامعه است که سلطه دولت بر جامعه و مردم را تضمین کند. سانسور به صورت سرکوب اندیشه توسط دیکتاتوری اعمال می گردد. اندیشه ها، اطلاعات، آموزش ها و هر گونه کنش و واکنش فرهنگی و فکری که جامعه را به سمت نفی دیکتاتوری پیش ببرد یا زمینه آن را آماده کند، جزء مواردی به حساب می آیند که دیکتاتوری آنها را سانسور می کند. هرچند سانسور ممکن است در کشورهای غیر دیکتاتوری هم وجود داشته باشد، اما این پدیده در درجه اول ابزاری مهم، کارا و جدایی ناپذیر برای حکومت‌های استبدادی بوده و هست. به طور کلی سانسور نشانه وحشت حکومت از انتشار اطلاعات و ابراز عقیده مخالفان است. انواع سانسور. یکم، سانسور سیاسی. کشورهایی که پایه حکومت آنها رأی و اراده مردم نیست، حاکمان همواره نگران به زیر کشیده شدن دستگاه حکومتیشان توسط مردم و مقاومت آنها هستند. بنابراین حفظ امنیت نظام برایشان در اولویت قرار دارد. از این رو هر گونه پیام، خبر و گسترش اندیشه های غیر دولتی را زیر نام تهدید امنیتی حذف کرده یا تغییر می دهند. به این نوع از سانسور، سانسور سیاسی گفته می شود. برای نمونه، بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789،
کشمکش‌های زیادی در این کشور به وجود آمد. یکی از این مقاطع 14 ژوئیه 1852 بود. در آن هنگام ناپلئون سوم انقلاب کبیر فرانسه را از روح خود یعنی آزادی تهی نمود. رأی همگانی، روزنامه نگاری، پارلمان، آموزش و پرورش و انجمنها همگی معنای خود را از دست دادند و استبداد بار دیگر آمد. اما همین دستگاه برای سرپا ماندن نیاز به مهار پیوسته جامعه داشت. یکی از ابزاری که ناپلئون سوم برای مهار جامعه به کار گرفت سانسور سیاسی بود. مطبوعات تنها اجازه داشتند مطالبی را منتشر کنند که از دستگاه سانسور حکومتی گذشته باشد. نمونه دیگر در روسیه سده 19 هم بود. تزار الکساندر سوم تلاش کرد روسیه را از یک جامعه فئودالی به سمت سرمایه‌داری پیش ببرد. مشکل آنجا بود که به رغم گسترش سنت، اما از پیشرفت آزادی‌ها خبری نبود. در حالی که با کارخانه‌ها تجمع‌های کارگری بزرگی در حال به وجود آمدن بود، همین موضوع باعث تبادل نظر و افزایش آگاهی آنها می‌شد. چیزی که باعث نگرانی دیکتاتور شد، چرا که آن روی سکه گسترش آگاهی نفی دیکتاتوری است. از این رو در کنار افزایش کنترل پلیسی، فرمان تشدید سانسور سیاسی نیز صادر شد. روزنامه‌ها و سایر وسایل اطلاعات رسانی به شدت زیر نظر نیروهای حکومتی قرار گرفتند. سانسور سیاسی همچنین یک ابزار جدی در دست هیتلر بود. البته او سانسور را با ترویج دروغ تقویت هم می‌کرد. هیتلر در این زمینه می‌گفت: دروغ این چنین باید بزرگ باشه که افکار عمومی باور نکنه کسی تا این حد گستاخ باشه که چنین بی‌شرمانه حقیقت رو تعریف کنه. همان زمان دفتر خدمات استراتژیک ایالات متحده آمریکا گزارشی از وضعیت روحی هیتلر برای دولت آماده کرد. در صفحه 51 این گزارش به اهمیت ترویج دروغ در چارچوب سانسور برای هیتلر اشاره کرده و می نویسد: اولین قانون هیتلر این است که هیچ وقت نگذارید مردم دل سرد شوند. هیچگاه خطا و تقصیری را نپذیرید. مردم دروغ بزرگ را زودتر از دروغ کوچک باور می کنند. اگر دروغی را پیاپی تکرار کنید، دیر یا زود آن را باور خواهند کرد. سانسور مذهبی. دیکتاتوری با استبداد مذهبی نوعی حکومت خودکامه است که با عوام فریبی دینی و سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم حکومت را در دست می گیرد. این نوع استبداد برای ادامه سلطه خود بر جامعه نیازمند این است که پیاپی ارزش‌های مذهبی را به سود منافع حکومتی خود تحریف کند. از این رو روشن است که هر گونه آگاهی بخشی درباره ماهیت حقیقی آن مذهب شالوده این نظام را سست کرده، راه سقوط استبداد مذهبی را باز می کند. بنابراین این نوع دیکتاتوری ها در کنار سانسور شدید سیاسی دست به سانسور مذهبی نیز میزنند. برای نمونه در قرون میانه کلیسا با برپایی ادارهی به نام تفتیش عقاید سلطه خود را حتی در اندیشه و باورهای مردم اعمال میکرد. یکی از وظایف این دستگاه سانسور مذهبی و کنترل گفتگوها، سخنرانیها و نوشتههای مختلف در جامعه بود. ویلدورانت، تاریخ نگار برجسته، در این زمینه گفت: سانسور و کلیسا به اندازه هم کهنسالند. در سده 20 و 21 نیز دیکتاتوری حاکم بر ایران که از نوع دیکتاتوری مذهبی است، خمینی پدیده شوم ولایت فقیه را با نام اسلام بر جامعه ایران تحمیل کرد. از آن پس تا کنون آخوندهای حاکم هر گونه جنایت، چپاول و رذالتی را که انجام می دهند برایش توجیه مذهبی و به قول خودشان اسلامی دست و پا می کنند. با این اقدامات دیکتاتوری ولایت فقیه علاوه بر سانسور شدید سیاسی، سانسور مذهبی شدیدی را نیز اعمال می کند که قربانیان آن تنها اقلیت‌های مذهبی نیستند،
بلکه هر گونه کتاب، مقاله، نوشته و محصول فکری و هنری که موافق اندیشه رسمی آخوندها نباشد، زیر نظر چندین ارگان سرکوبگر از وزارت ارشاد تا وزارت اطلاعات و غیره سانسور می شود. وزارت ارشاد با همکاری وزارت اطلاعات و سایر ارگان‌های رژیم مسئولیت سانسور سیاسی، مذهبی و دیگر انواع سانسور را بر عهده دارد. سانسور در خدمت اقتصاد. حکومت استبدادی برای چپاول بیشتر مردم دست به سیاست‌های اقتصادی ضد ملی می‌زند. اما در تبلیغات این سیاست‌ها را به نفع مردم معرفی می‌کند. از این رو هر خبری که ماهیت ضد مردمی این سیاست‌ها را بارز کند، توسط دیکتاتوری سانسور می‌شود. این نوع سانسور را می‌توان سانسور اقتصادی نامید. در یک نمونه، دستگاه سانسور دیکتاتور رومانی چائوشسکو فرمان داده بود در اخبار هواشناسی همواره دمای هوا حتی به دروغ طوری به اطلاع مردم برسد که در محدوده مجاز کار کردن باشد، چرا که حکومت نمی‌تیلی کار کارگران شده و در نتیجه از نظر اقتصادی ضرر ببیند. در نمونه دیگر، آخوندهای حاکم بر ایران برای جبران کمبود پولی که صرف هزینه‌های ضد ملی بمب اتمی و تروریسم و سرکوب می‌کنند، طرح ضد مردمی حذف یارانه‌ها را اجرا کردند. طرحی که بیش از پیش مردم زیر ستم ایران را به خاک سیاه نشانده است. اما سردمداران رژیم در رسانه‌ها با سانسور واقعیت‌ها طوری وارونه‌گویی می‌کنند که گویا این طرح اقتصادی در خدمت مردم است. سانسور کتاب‌های درسی. دیکتاتورها برای تضمین سلطه خود نیازمند شکل دادن ذهن کودکان در جامعه هستند تا در آینده افرادی زیر حاکمیت آنان قرار گیرند که بتوانند بر باورهایشان کنترل داشته باشند. از این رو بهترین شیوه برای رسیدن به این هدف تحریف کتاب‌های درسی به ویژه در زمینه تاریخ است. در دوران حکومت نازی‌ها، کودکان آلمانی در مدارس آموزش می‌دیدند که نژاد آریا از سایر نژادها برتر است. یهودیان انسان‌های پستی هستند که سزاوار مرگ می‌باشند و در نهایت آلمان بالاتر از همه است. با این باورها که در ذهن کودکان تزریق می‌شد، شالوده ایدئولوژی فاشیسم در جامعه تقویت گشته، راه هر گونه جنایت و نسل‌کشی باز می‌شد. در نمونه دیگر، دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران در کتاب‌های درسی تاریخ را آنطور که همخوان با اندیشه واپسگرایانه خود است تحریف می‌کند. برای مثال، در این کتاب‌ها از شیخ فضل الله نوری به عنوان شخصیتی مردم دوست و مخالف استبداد نام برده می‌شود، در حالی که ماهیت این آخوند دشمن قسم خورده مردم و ضرباتی که بر پیکر انقلاب مشروطه ایران وارد کرد در صفحات تاریخ حقیقی ایران ثبت شده است. علت این سانسور توسط استبداد حاکم این است که اگر ماهیت واپسگرا و دجالیت شیخ فضل الله برای جامعه روشن شود، ماهیت ارتجاعی دجالیت خمینی هم که نواده عقیدتی شیخ فضل الله است بیش از پیش روشن می‌گردد. به همین علت هر گونه روشنگری درباره امثال شیخ فضل الله و آخوند کاشانی بلافاصله طعمه سانسور دولتی می‌گردد. برخی از روش‌های سانسور. انواع سانسور به روش‌های گوناگون اعمال می‌گردند که مهمترین آنها عبارتند از سانسور پیشگیرانه. در این نوع سانسور، دستگاه‌های ویژه دیکتاتوری پیش از انتشار یک خبر، فیلم، روزنامه و هر نوع وسیله اطلاع رسانی یا مطالبی که گمان آن برود ضد دیکتاتوریست را حذف کرده، در برخی موارد هم نوشته‌های مورد نظر خود را به آن اضافه می‌کنند. سانسور پیگیرانه. در این نوع سانسور، هنگامی که مطلبی در جامعه منتشر می‌گردد، اگر پیامدهای منفی برای حکومت استبدادی به بار آورد، دیکتاتوری دست به سرکوب ارگان منتشر کننده خبر می‌زند.
برای نمونه پس از تظاهرات بزرگ 25 فوریه مردم عراق که بر ضد فساد و خفقان حاکم در سراسر کشور برگزار شد، تلویزیون بغدادیه که یک تلویزیون مستقل بود اقدام به منتشر کردن اخبار این تظاهرات کرد. همچنین اخبار سرکوب و کشتار مردم توسط دولت مالکی در این رسانه بازتاب می‌یافت. اینجا بود که دیکتاتور عراق جدید فرمان حمله به دفاتر این تلویزیون و خبرنگارانش را داد. در نمونه دیگر، روز 14 تیر ماه 1382 روزنامه آسیا در صفحه اول خود عکس خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را به چاپ رساند. پس از چاپ این عکس، روزنامه آسیا توسط رژیم توقیف گردید و مدیر مسئول، برادر، پسر، منشی و راننده او نیز بازداشت شدند. امروز به ویژه در دورانی که موجی از انقلاب‌های آزادی‌خواهانه در خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز گردیده است، دیکتاتورها باز هم به شدت نیاز به استفاده از سانسور دارند. آنها می‌دانند که ترویج آگاهی و گسترش اخبار قیام‌های مردمی شعله انقلاب را فروزان‌تر می‌کند. اما در سده 21 یک پدیده این ابزار را برای دیکتاتورها نسبت به گذشته بسیار ناکارآمد کرده است. پیشرفت دنیای ارتباطات و دسترسی بیش از پیش مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت و سایر فناوری‌های جدید ارتباطی. یکی از ویژگی‌های این فناوری‌ها به ویژه در دنیای اینترنت، توان مشارکت خود مردم برای خبررسانی، کمک به ترویج عقاید آزادی‌خواهانه و افشاگری درباره دروغ پراکنی دستگاه‌های خبررسانی دیکتاتور هاست. برای نمونه، سازماندهی قیام‌ها در کشورهای دیکتاتوری مانند عراق، ایران، سوریه، یمن و لیبی به میزان زیادی توسط جوانانی است که به وسیله فیسبوک قرارهای تظاهرات را در سطح وسیع به اطلاع مردم می‌رسانند. پس در این دوران، مشارکت در زمینه آگاهی بخشی، خبررسانی، ایجاد انگیزش برای قیام و گذاشتن قرارهای خیزش خود از شیوه‌های مبارزه با سانسور در راستای سرنگون کردن حکومت‌های دیکتاتوری است. حال باید دید دیکتاتورها تا کجا می‌توانند باز هم از دستگاه سانسور استفاده کنند، به ویژه در جهانی که با سرعت در زمینه پیشرفت دنیای ارتباطات حرکت می‌کند و پا به پای آن شاهد گسترش فرهنگ آزادی‌خواهی خلق‌های زیر ستم نیز هستیم.